سلام این صحبت قرار راجع به این باشه که من چه چیزایی یاد گرفتم ضمن دو سالی که توی تیم علوم پزشکی جندی شاپور شنا کردم و دو تا از مسائلی که من خیلی برام مهم بوده یاد گرفتم و میخوام راجع بهشون حرف بزنم اولیش از این شروع میکنم چون میدونی تو زمانی که داری شنا میکنی سرت زیر آبه و وقت زیادی داری که برای خودت فکر کنی خودتی و اکتت که زیر نظر میگیری و اینکه زیر آبی سکوت هست و باید یک حرکت رو تکرار کنی ظرافتت رو بیشتر کنی و تمام توجهت به خودت و کاری که داری میکنی بنابراین وقت داری فکر کنی بنابراین تو به مسائل مختلفی فکر میکنی و کاری که داری انجام میدی رو گاهن زیر نظر میگیری من زمانی که داشتم شنا کردم به یه مسئله ای دقت کردم نمید که گاهن ما بین خودمون میگفتیم چه احمقی واقعا میاد و دوست داره یک مسیر 25 متری چون از دخل دانشگاه علوم پزشکی جاندیشاپو 25 متری و می گفتیم مثلا واقعا باید آدم احمق باشه که یه مستی رو هی بره بیاد بره بیاد بره بیاد و مثلا میدونی چون اکت تیمی داخلش چندان نیست فقط تو صرفا داری سعی میکنی رفت و برگشت رو بهتر انجام بدی بهتر شنا کنی از رو تقویت کنی و سموثنس حرکتت رو افزایش بدی سعی کنی توی آب بیشتر مچ باشی با و میشه گفت اون حرکتی که خیلی شباهت به دنس داره رو انجام بدی. به خاطر اینکه شنا کردن واقعا یک ریتم داره و نیاز داری به نوعی یک دنس انجام بدی نیاز داری ریتم بگیری با آب و همه بدنت با هم ریتم بگیره حالا زمانی که داری شنا کنی، به خودت فکر میکنی درسته گاهن تو داری 25 متر هی میری برمیگردی میری سالتو می‌زنی برمیگردی میری سالتو می‌زنی برمیگردی دوباره سالتو می‌زنی برمیگردی شنای قورباغه شنای پروانه و همه این هم میری ولی تمام اینه که تو داری یه مسیر رو برمیگردی و, بر میگردی و توی خیلی از مسائل زندگی ما همینطوره و من اینو یاد گرفتم که گاهن درسته که تو داری یک مسیر رو میری و میای ولی حد در حقیقت تو داری به جلو میری یعنی درسته که تو 25 متر رو میری و برمیگردی ولی آخرش نمیگی من مثلا 60 بار 70 بار 25 متر رو رفتم یا 60 بار 70 بار مثلا 50 متر رفتم تو میای میگی که من مثلا 3 کیلومتر 4 کیلومتر رفتم به خاطر اینکه هدف تو از انجام این کار یک چیز دیگه است هدف تو به نوعی کاریه که داری ضمن این رفتار انجام میدی میشه گفت مهارتیه که داری کسب میکنی و رفتاریه که داری نشون میدی و تجربه که داری کسب میکنی و تجربه که داری کسب میکنی شنا کردن هفتاد بار یک مسیر نیست تجربه که داری کسب میکنی دقت روی شنا کردنت دقت روی دست و پات و به نوعی اصلاح کردن کاری که داری انجام میدی و بنابراین مهم نیست که تو حالا داری میری میای میری کج میشی این و اون و نه مهم اینه که تو داری نزدیک به سه چهار کیلومتر تمرین میکنی بنابراین تو آخرش بیان میکنی که من سه چهار کیلومتر تمرین کردم و داخل زندگی ما این اتفاق برامون زیاد میفته که گاهن انگار داریم یه مسیر رو میریم و برمیگردیم ولی در حقیقت ما داریم تقویت میشیم توی کاری که داریم انجام میدیم و اتفاقی که داره میفته اینه که ما داریم به جلو میریم و شاید از دیدگاه یه فرد بیرونی تو اکتت کاملا بیهوده باشه خب توی احمقی که داریم مسیر رو میری میای ولی از نظر هدفی که تو داری توصیف کاری که داری میکنی و فلسفه کاری که داری می‌کنی متفاوته بنابراین قضاوتش هم متفاوت میشه این یکی از مسائلی بود که من شنا کردن بیاد گرفتم من نظرم جالب بود یعنی میدونیم میدونستم این رو ولی اینکه در ساختار یک چنین اکت شنا کردنی اون رو تجربه کنم به نظرم رپریزنتیشن خوبیه از این فلسفه که گاهن یک مسیر تکراری در حقیقت درش اتفاقی میفته یک تناوب نیست یک رشد یک پیشرفت یک جلو رفتنه و هر تناوبی از نوع سکون در یک نقطه نیست بعضی از تناوب ها از نوع پیشرفت کردن و جلو رفتنن و من این رو ارزش من دونستم دومین چیزی که به نظرم مهم بود و من یاد گرفتم این بود که خب ما نمیتونیم زیر آب نفس بکشیم این بدیهیه بنابراین تو زمانی که داری شنا میکنی یه مقدار سرتو بالای آب میاری با گوشه یه نفسی میگیری حالا اگر داری کرال میدی. و سپس اون زیر آب نفست رو خالی میکنی و هر چقدر بیشتر نفس گرفته باشی بیشتر میتونی نفس خالی کنی و بیشتر میتونی زیر آب بری بیشتر میتونی شدتت رو افزایش بدی و مثلا تو قبلا هم میخوای سالتو بزنی دیگه نیاز داری واقعا یه سالتو به اون حرکتی میگن که تو یه فلیپ میزنی و پات میزنی به دیواره و برمیگردی زمانی که میخواین کار انجام بدی خب تو یه مقدار نفس نیاز داری داشته باشی چون بعد از اینکه سالتو میزنی قالب داخلش نه کرال تو پای دلفین میزنی زیر آب و نیاز داری نفس داشته باشی خلاصه زمانی که تو نفس میگیری و سپس اون رو زیر خالی میکنی میدونی به نوعی ای رپریزنتیتیو این رفتاره که ما انسان ها هم در سطح هستیم به لحاظ مغزی و هم در عمق و من راجع به این مسئله اتفاقا فکر می کردم که قبلا فکر میکردم به خودم که انسان باید مغزش رو در عمق درگیر کنه دائم و اجازه بده که مغزش در عمق کاوش کنه مسائل رو تا عمق دائم کاوش کنه و تفکرات سطحی کم ارزشن ولی چیزی که بعدا یاد گرفتم این بود که تفکرات سطحی تجربیات سطحی ارزش خودشونو دارن و هرچند که والا بودن کانسپت های عمقی رو ما بخوایم تبلیغ کنیم نمیتونیم اندرماین کنیم و بیهوده بدونیم این رو که ما در سطح رفتار کنیم و اکسپیرینس و تجربه خودمون رو گاهن در سطح اجازه بدیم که وجود داشته باشه و من داخل رفتار علمم این رو اجازه دادم که بروز کنه یعنی با وجود اینکه یه مدتی رو با هم فکر میکردم سعی میکردم در عمق مطالب برم و اونها رو کاوش کنم یه مدتی رو به خودم اجازه میدادم که اصلاً در عمق نرم و کاملا سطحی فکر کنم و اجازه میدادم که از تجربیات سطحیم لذت ببرم و کارهای سطحی بکنم و در حالی که قبلا این روی کار بیهوده میدونستم اطلاف وقت میدونستم و بابت انجام دادنش خودم رو سرزنش میکردم بنابراین این رو ارزشمند میدونم که ما انسان همونطوری که نمیتونیم زیر آب نفس بکشیم نمیتونیم دائم در عمق بمونیم مغز ما خفه میشه اگر بخواد برای مدت زیادی در عمق مطالب سر کنه و اون زیر بار افکار انبوه دفن بشه گاهن نیاز داره بیاد سطح و نفس بکشه و این بهش انرژی میده که بهتر بره سمت عمق بهش فرصت میده که بیشتر بره عمق رو کاوش کنه بدون اینکه درد بگیره به خاطر اینکه تو زمانی که نفس هم نمیکشی اون بالا بعد کم کم دردت میگیره و حتی از هم ضعیفتر عمل میکنن بنابراین تو نیاز داری یک حجم ریوی بیشتر داشته باشی در ازای اینکه مثلا خب بیشتر وقت اون پایین میگذرونی یه چیز دیگه که من داخل شنا کردم یاد گرفتم و باش اپیزود رو تموم میکنم بعدا راجبش حرف میزنم اینه که گاهن برای سریعتر شنا کردن برای سریعتر داخل زندگی حرکت کردن فشار بیشتر آوردن راه کار نیست داخل شنا کردن تو گاهن باید لیز بخوری داخل آب و لیز خوردن بیشتر به تو سرعت میده تا اینکه دائم بخوای دست و پا بزنی و بدن تو حرکت بدی گاهن زمانی که هیچ کاری نمی کنی از شتابی که داری استفاده می کنی هم انرژی کسب می کنی و هم حتی سرعت بیشتری میری چند تا از شناهایی که می دیدم موقع شنای بکستروک بود که میشه گفت کرال پشت بود و داخل یوتیوب من میدیدم و یه شناگری رو من دیدم که زمانی که همه سال تو زدن برگشتن این دیرتر اومد سطح آب همون زیر مونده بود و داشت پای دلفین دولف، میزد و در حالی که همه دیگه شروع کرده بودن بیان بالا و دست بزنن این حرفا اون همچنان زیر آب مونده بود و خیلی ازشون جلو زده بود به خاطر این کارش به خاطر این خب این کارام خوب انجام میداد ولی گاهن داخل شنا ما همیشه نمی یه سری افراد هستن که بکس و باد دارن میکنن فشار میارن به خودشون دارن دست و پا میزنن شلب شلوپ میکنن این افراد انرژیشون رو به خود هدر میدن و تو زمانی که اکتت رو و میشه گفت ظرافت حرکتت رو و سینکرونی و هماهنگی حرکتت رو با آب افزایش میدی با زندگیت افزایش میدی در این صورت با انرژی کمتری با سرعت بیشتری حرکت میکنیم و به نظر من سینکرونی داخل زندگی ما خیلی مهمه اینکه ما با شرایط محیطیمون با شرایط زندگیمون تا حدی سینکرونایز بشیم و هماهنگ بشیم به نوعی که بتونیم در اون شرایطی که هستیم به سمت هدفی که میخوایم بریم با حداکثر سرعت بریم و گاه فشار آوردن و دائم در جهت خلاف آب کردن بهترین راهی نیست که ما میتونیم پیش بگیریم گاهن تلاش در جهت افزایش انتباه پذیری و افزایش سینکرونی و داشتن یک اکت سافت تر و سموث تر ما میتونیم بهتر عمل کنیم ما میتونیم با فشار کمتری انرژی بیشتری نگه داریم و سرعت بیشتری داشته باشیم بنابراین این هم مهم میدونستم به نظرم بازی که بود که شنا کردم به من یاد داد خیلی خلاصه گفتمش اگر شد بدن بستش میدم این مسئله رو و مسائل دیگه ای رو هم که در این زمینه من یاد گرفتم راجبشون صحبت میکنم واسه تون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم تا اینجا کافی بوده باشه